همونجان این پسر سعید تازه از کانون آزاد شده. سعید؟ همونی که امروز جوابش کردید. البته میدونم کارای شما بدون حکمت نیست. بله بله، ولی چطور بگم، این بنده خدا سرپرست خانواده 4-5 نفر است، دست به دهنه. البته هر جور خودتون صلاح بدونید. کاش زودتر به امنه داده بودید. ردیفش میکنم، خیالت راحت باشه. خدا خیرتون بده. بگو بیاد. البته بعد از دکتر دیگه. دکتر؟ شما که به فکر خودتون نیستین. شماها عادت دارین آدمو دستی دستی مریض کنین. بابا من سر و مرو گنده. تنها راه حلش اینه که خودتو مشغول دعا و قرآن نشون بدی. دیگه حاجی کاری به کارت نداره. اصلا به ریخت و قیافه ما میاد که علی نرفا باشیم. گوش کن، جایی گفت صندوق اسناد و مدارک. آخ جیمان مردم از بتالت. با خواهش و تمنا، فقط زیاد نه که خودشو خیلی دوست کنه. رفیقت زیاده روی نکنه باش. چیه؟ نگرانه داداش دوقلوتی؟ تو رو ببینم، تو داری با این کار من رو زجر میدی. تو که آدم مهربونی هستی. الهی و ربی من دیگه قیلوک از خر شیطون بیا پایی جاشو رو کندر دلم آتیش میگرفت.
بله بفرمید. سلام علیکم و رحمت الله. بله گوشی خدمتتون. سید تلفن داری؟ السلام علیکم و رحمت الله. بله اختیار دارین، چه مزاحمتی؟ ساعت چند؟ بله بله حتما خدمت میرسم. خدا حافظ. یا علی. خدا رحمت کنه حمید خانم. سلام علیکم. بله تو عبادات شما مقبول باشه. بله راستش حاجی این فرشای آقای رسولی رو فرستادیم دیگه. حالت خوبه سید؟ مگه خودت کارشو نکردی؟ ای بابا حواس ندارم که. بله 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 آقای رسولی فرشا ارسال شدن. خواهش میکنم التماس دعا. یا علی. سید راستش برات خیلی نگرانم. هوش و حواست سر جاش نیست. کجایی؟ از تو چه بنون حاجی؟ مشکلات مردم برام خواب و خیال نذاشته. سید خیلی تیزی. نبینم چز و با چز بزنی. یه بار دیگه بهت میگم متفرقه نمیپری نامربوطم نمیگی. محض گل روی ننتم که شده دیگه نشوم اسمشو. جوش نزن. ببین فقط شریکی. یه عمر آبرو احتیاط. مطمئنم انتظار نداری 50-50 بشی. دیگه تک نفر. پس بگو افسارم دست شماست. بله نسبت میشب سهرابو میپرسم پیش رفقاش. سر فرصت زیر زمین و زیر رو کن. برو خونه. کار دارم. توپیم نیا. فشارت میره بالا. ببین فقط شریکیم. یا علی بگم برطرف کردن همه این مشکلات احتیاج به هزینه زیادی داره که متاسفانه بودجه مدرسه ما قادر به انجام اون نیست. سلام علیکم. سلام علیکم. در اینجا باید از طرف خودم و همه شما
از ریاست محترم انجمن اولیا و مربیان که در همه حال یار و یاور دلسوز این مدرسه بودن تشکر و قدردانی بکنم و ازشون خواهش بکنم مثل همیشه ما رو از نظرات مفید خودشون بهره‌مند کنن. آقای عابدی خواهش میکنم بفرمایید. بفرم. خواهش میکنم بفرم. خواهش میکنم. سلامات بلند خط کن. اللهم سلام محمد آل محمد. خب برای سلامتی خودتون دومی رو بلندتر خط کنید. اللهم سلام محمد آل محمد. برای سلامتی خانم مدیر مدرسه و زحماتی که ایشون مرتب دارن برای بچه ها میکشن هم سومی رو جلیتر خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر شبت که شب جمعه است نثار روح رفتگان خودتونم صلوات رو بلند ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. واقعا شرمندمون کردین آقای عابدی. ناقابل بود. راستش من انتظار داشتم بقیه هم مشارکت کنن ولی شما اینقدر بزرگواری کردین که خوب بود میذاشتین بقیه هم یه کاری بکنن. ظاهر و باطن کاری بود که از دستمون برمیومد. دست شما درد نکنه. چشمتون بی بلا. سر شما درد نکنه. خب پس شد نقاشی کلاس ها و راهروها، نصب شیشه ها. نقاشی کلاس ها و راهروها، نصب شیشه ها، شیشه ها، راه اندازی موتورخانه، موتورخانه، مفروش کردن نمازخانه، نمازخانه. به روی چشم. دستتون درد نکنه. چشمتون بی بلا. آن مرد در باران آمد. آن مرد در باران آمد. بابا پس انگشتره تو جیب کتمه. الان میرم میارم. شام حاضر شد. به به پس امشب پسر پزون شد. بابا با یکی دوتا بچه ها قرار گذاشیم امشب بریم خونه بهرادینا درس بخونیم. چقدر چون شدی؟ بس یه جوریه. بکن تو یکی انگوشتم. برم بابا. حالا کجا از خونشون؟ نزدیکه، چهار تا کوچه پایین تر. چهار تا زیاد بابا. خیلی خوب ولی چهار تا بیشتر نشه. باش زورا. بله. حالا اینا کی هستن؟
اهل سیگار و دود و دم و این حرفا نباشن ها. نه بابا خیالتون راحت باشه، هیچ کدومش اهل این حرفا نیستن. خیلی خوب برو. یعنی میذاریم بره؟ بله بابا جون، سهراب دیگه بزرگ شده، میتونه از من اجازه نگیره. بهتر احترامم رو نگه دارم. بابا بله، امروز چه زیادت رفته ها؟ چی؟ امشب شب جمعه است، با همی رفتیم سر خاک مامان. انشالله هفته آینده میریم. بریم ببینیم آقا سهراب چی داره. بابا اون عرصکی مامان برام خریده بود و از این زمین پیداش میکنی؟ آره پیداش میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحیم. آیون عنایت کنن یکی دو تا نکته شرعی به ذهن میرسه. من خدمتتون خدا یه دستگیرتون کردم آقا سید. گوشه موشه ها نشستی تو مسجد. من بشینم بعدش. نکته اول این که عزیزان عنایت بکنم وقت وضو با توجه به شرایطی که الان هست کم آبیه، با مقدار کمتری آب وضو بسازند.
بابا جون، بابا جون، بابا. شما ای تو زیر زمین؟ بابا جون خیلی ترسیدم، آخه دیدم شما نیستی. منو ببخش، تو برو، منم الان میام با هم میخوابیم. داشتی دنبال عرصکم میگشتی؟ نه، تو برو بگیر بخواب، من کار دارم. لیلا، بابا. بله. چی وقت نرفت؟ باش. ولی مامان رفت. میترسم. از چی؟ از تنهایی تاریکی. تاریکی که ترس نداره، شب هم مثل روزه، فقط رنگش سیاه. همون از سیاهی میترسن. اتفاقا شب خیلی بهتره، چون آدم هم که رنگش سیاه میشه هر کاری بخواد میکنه، هیچکی نمیبینه. مثل موقعی که شما میرفتین تو حیاط یواشک گریه میکردین و شما رو میدیدن، خیلیت راحت به شما به ایش کس نمیگن. دلش برای دخترش تنگ شده بود، خواست برای دخترش رو ببینه. الو، بگو. پیداش کردم، میگم پیداش کردم. خب چجوری بازش کنم؟ راشو پیدا کن، کلیدش اونجا پیش شماست، ازش بپرس. داره استراحت میکنه. راحتش کردی؟ پس زیادی چزوندینش. به اون لنگه در بگو مراقب باشه ناکارش نکنه، طرف بچه داره. طفلکی.
ببین من پای خون نیستم، گفته باشم. زیاد حرف میزنی. ببین شریک عزیز، یه بار دیگه بهت میگم، مال و منال یه چیزه، خون بیگناه هم یه چیز دیگه. این بخششو نیستم.